من گفتم هدایایی که به شما میدن قیمتش رو بپرسید، کسی هم که قیمت هدایاتون رو پرسید راحت بگید. خیلی هم اعتراض کردن، تقریبا کامنت مثبتی تو این رابطه نبود و این کامنت ها نشون میداد که جامعه ما اصلا از این دوگانگی ها خوششون میاد. من گفتم قیمت رو بپرسید و قیمت هدایای خودتون رو هم بگید. ماها روی دلسوزی حتی به یه همچین چیزی برخورد میکنیم. خب دیگه من میگیرم برای اینکه دلش نشکنه. نه عزیزم، بذار همینجا. اگه دوست داری بگیر، دوست نداری تازه منتم میذاره که دلش نخواستم بشکنم گرفتم. میره یه غذایی رو میخوره، حالا گشنه‌شه، حالا میگه که میخوره، من حالا دلش رو نخواستم بشکنم. حالا هم من به تو از موضع بالا ترحم کردم، هم یه منتی هم میذاره، بعدن هم میاد یه چیزی هم پشت سر اونم. اگر یه هدیه رو میخوام بدم، حالا 1 اورو باشه یا 1000 اورو، باید دفاع کنم که این هدیه رو با جون و دل خودم دارم میدم. میگه که این قیمتش چنده؟ میگم 1 اورو. تو برای من یه هدیه 1 اورویی خریدی؟ میگم پس بده. این انتظار مالی از من داری؟ پس خود منو، هدیه منو نمیخوای. اتفاقا به خاطر شکستن یه همچین چیزایی، ایران که بودم، تولد که میرفتم یا یه جایی که میرفتم، یه دفعه یه چیزی میبردم که براشون عجیب بود. اصلا من خواستم یه چوب بیارم، این چوب منم خیلی شاید از نظر مادی بی ارزش باشه. شما ببینید آیا با عشق و محبت آوردم یا نه. پارش کنم قیمت رو نبینه، ای وای فلان بهمان، یا چیه؟ یعنی چی؟ بعد من میخوام بگم خود اون طرف رو هم به یه توهم ببر، بعد بگم مرسی، خیلی ممنون، این چیزی که آورده. ممکنه بگه خب این قیمتش چنده؟ میگم خب ببین عزیزم، من اینو نخریدم، دوست من آورده بود، من با خودم گفتم یه چیز قشنگی میخوام برای تو بیارم، پولی ندیدم براش. خیلی راحت اینو میگی. نه من نمیدونم که مثلا قیمت این چی، مثل همون موردی که برای من آورد، نه اینقدر قیمتش، نه قلوف میکنم، نه پایین میارم، نه فلان. اتفاقا عکس العمل طرف مقابلتونم میبینید، تازه متوجه میشید که اونا عشق و محبت شما رو میخوان یا نه. اینقدر همه راحتم با من، مثلا یه دفعه میگفت زیبا من در حد 3 اورو. گفتم خب در حد 3 اورو لطفا فلان نونی که من خیلی دوست دارم و 3 اوروست همونو برای من بگیر. طرف میگه نه در حد فلان قد، در حد این. چه اشکالی داره؟ میخوایم بگیم ما برامون قیمت ها مهم نیست، بعد میایین تازه یه منتی هم من گرفتم، حالا یه کسی فقیره یه چیز کوچیکی آوردی، تازه عیب نداره دلش نشکنه، قیمتش برام مهم نیست. میام بیرون میگم یه جای دیگه، اوی جلوی خودش بگذره، من برام این ارزش نداره، من رو ترحم دارم از تو میگیرم. بگو، جرأت داری بگو دیگه، همون هدیه کوچیکی که نمیخوای و نه، یا بعد از اینکه بیاری بعد برای من رفته اینو آورده، تازم میرید کلی هم تحقیق میخواییم بکنید از فلان فروشگاه که قیمتش چی بود. خب از طرف بپرس دیگه. خیلی وقتا میگفتم از من کاغذ خریدشو داری؟ بعد میگفتش که چطور؟ گفتم میخوام پسش بدم. مگه به من ندادی؟ میخوام پسش بدم. اینا روابطتون رو راحت تر میکنه، اختلافای خودتون رو هم حل میکنه. یه جنبه دیگه هم اینم داره که من خودم چرا قیمت ها رو میپرسیدم، برای اینکه خیلی وقتا اصلا نمیدونستم، مثلا چون از بس خرید نمی کنم یه دارم قیمت بودم این چند گرفتی؟ فکر میکنم این حداقل 50 اورو قیمتشه، نه حالا میخواستم یه تعریفی هم ازش بکنم. یه دفعه گفت ببخشی زیبا، اینی که من برات آوردم 250 اورو قیمتی. من فکر کردم 50 اورو، یا یه موقعی بالاتر حدس میزدم، گفتی مثلا یه همچین چیز گرون خریدی؟ گفت زیبا نه فکرشو نکن، فلان دست دوم فروشی خریدم مثلا 10 اورو. میگفتم ای خیالم راحت‌تر شد. اگر شما روابط قشنگ و خوب و راحتی، یا هدیه نبر عزیز من، یا به هدیه رو برای کسی ببر که دوستش داری. میخوایید برای چشمم چشمی هدیه ببری و خودتم بندازی؟ خب نبر دیگه، خودتونم توی یه روابط مسخره میبرید، بعدش هم تونی شما نمیتونی حتی در رابطه با خودم قیمت به یه مسئله به این کوچیکی حرف بزنی با کسی که براش هدیه میبری. پس ببین چقدر باش فاصله داری.
پس رابطه تو درست کن، خانه از پای بس ویران است. من چرا با هیچ کدوم از این دوستان مشکل ندارم، تمام همه هم میگن آخ جون زیبا چقدر تو ما رو راحت کردی، ما میخواستیم بریم کلی مثلا فلان فروشگاه برات چیزی بخریم، تو به من گفتی مثلا پولشو بیار، من اینو میخوام یا اینو. از خوشحالی این که من زحمت اونا رو هم حل کردم، طرف یه دفعه گذاشته 50 دلار روش گذاشته، منو راحت کردی. گفتم تو میخوای بری یه پیرنی برای من بخری که من خودم توش داخل نباشم، باید بدونم چیه، بدونم رنگش، بدونم مثلا چیه. شما میرید برای من یه چیزای عجب و عجب میخرید، الان که هیچ کس این کار رو نمیکنه.